خیلی زایه شده صورتم، نه نگاه. یارو میگفت شبیه چارلی چاپین شده. حالا چارلی چاپین خوبه، هنرمند بوده، من نمیخوام شبیه هیتلر شده باشم. من گفتم اینا یه جیراین ها، گفتم مشکوکن ها. من میدونستم از اول اینا یه کاسه زیر یه کاسه دیگه دارن زیر دلش. فکر کنم این باندمانده قاچاق ماچاقن. آره قیافشون معلومه، انتقام رو میگیرم ازشون، انتقام این سیبیلا رو ازشون میگیرم. بچی داداش یه چیز بگم بهم نمیخندی؟ نمیدونم چرا فکر کنم یه ذره کوچولو موچولو تر شدی، همچین یه ذره لاغرتر به نظر میاد. نمیدونم شاید سیبیل میبیلامو زدم چت زده باشم. سیبیلا رو زدن منو به چه روزی اطلاق دارم. چرا حرف نمیزنی ده؟ چیکار میکنی؟ داری گرار صف میکنی یا مرد؟ نگران نباش، همه چی درست میشه. جناب سرگرد، سرگرد سرگرد نبخشی خوبی شما. ببین ما رو تو چه درد سری انداختی، سر خود بلند شدی اومدی اینجا چه کار؟ شرمنده جناب سرگرد، فکر کنم اینا تو کار قاچاق باشه این چیزا. میدونم، یکی دو ماهی که مراقبشونیم. مجید کجا؟ جاش امنه. تو اصلا نگران نباش، همینجا باش، وولم نخور فهمیدی؟ ما خودمون کارا رو درستش میکنیم. چش. آقا ببخشید، تا لحظه امکان داره چند تا از ساکنین بیان، واسه همون خوب نیست. نگران نباش، یه نفر رو گذاشتم بالا مراقب باشه. تو نمیخوای اون لباس مسخره رو از تنت در بیاری؟ گرمت نمیشه تو اون لباس؟ اون لباس از تنت در بیار، بیا به اینا کمک کن. راحتم. گفتم اون لباس از تنت در بیار. لباس از تنت در بیار احمق. شرمنده، یه مقداری آتیش گرفته بودم، بعد تینه ریخت، یه ذره آب خودم ریختم، خودم خاموش کردم، دویدم تو سونا، یعنی خودم خاموش کردم، خیلی بدجور سوخت. احمق بیشور، آقا بکشمه؟ چی؟ برای چی؟ لازم نکرده، خودم ترتیبشو میدم. دستتو بگی بالا. ای بده، برید داخل استخر، یلا، یلا.